کندکتور ویژه برنامه روز مادر، روز مادر، روز مادر. یه سری از موضوع هست کسی آدم نمیدونه در موردشون چی باید بگی، یعنی اصلا کلن وقتی نزدیکش میشی، وقتی که در آستانش قرار میگیری، در یک شرایطی میمونی که اصلا نمیدونی باید چی بپوشی، چی بگی، چی بخری، اصلا نمیدونی باید چی کار کنی، نمیدونی باید از کجا شروع کنی. اصلا توی نمیدونمی گیر کردم که کلن نمیدونم باید چی کار کنم، ولی به هر حال روز مادره دیگه و بریم ببینیم چی کار کنم. تو قبلش تلفن میزنم به مادرم، استودیو رو مدی دستی بهش بکشیم، اونجوری هم نمیشه، بالاخره روز مادره. ولی یه زنگ به مادرم اول میزنم و بعد انشالله بهش فکر میکنم که باید چی کار کنم. اینو که دیگه میدونم. همیشه تو همه برنامه ها میزبان بودم و مهمان های بسیار گرانقدری میومدن توی برنامه، ولی امروز خود متفاوت تره. من خودم مهمانم و یه میزبان داره. البته میزبان این برنامه همه مادران گرانمایه ایه که در این برنامه رو میبینن. ولادت با سرسلامت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، روز مادر بر شما مبارک. همه مادران عزیز سرزمینم و مادر خودم و یک بازیگر، یک مادر، یک چهره دوست داشتنی سینما و تلویزیون سرکار خانم رابعه مدنی عزیز و بزرگوار، خیلی خیلی خوش آمدی، روز مادر بهتون تبریک میگم. بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تبریک تولد حضرت زهرا و همه بانوان ایرانی، مخصوصا مادران، ای جانم، چون مادر مقامش خیلی بالاتر از همه حرف هاست. مادر حاضره تیغ به چشم خودش بره ولی به پای بچهش نره. مادر یعنی گذشت، یعنی فداکاری، یعنی همه دنیا میشه او بچهش و خواسته های بچهش. هر مادر در هر سنی، در هر موقعیت مالی هم باشه، باز میخواد امکانات بیشتری در اختیار بچهش بذاره. انشاءالله که بچه های ایران قد مادر رو بدارن، حرمتشان داشته باشن. مادر دلش مثل شیشه ها، با کوچکترین تلنگاری که بزنین ترک برمیداره. یاد آن باشه نسبت به مادر مهربان باشه. ای جانم، ای جانم. خیلی خوشحال هستم سرکار خانم مدنی که روبروی شما مجدد نشستم. افتخاریه و این افتخار داشتم که توی پروژه‌ای هم در کنار شما شاگردی کردم و کلا کار در مقابل شما کار کردن لذت بخش. بازم روز مادر تبریک میگم. اوضاع چطوره؟ مشغول کاری؟ الحمدلله شکر. سرمان گرمه. سرتون گرمه. کمتر کار دیگه میکنید؟ کار سینمایی هست؟ بستگی داره که کار چی باشه. یه ذره گوشلخ شدم در انتخاب فیلم نامه. آره خب میدونم یه ملاحظات شما مطابق میلم باشه. طبعا. بله دیگه ملاحظات شما رو میدونم. هر فیلم نامه قبول نمی ازم گذاشت یه خودی باید دست به اصحا باشم، همجوری راحت میشه. راحت میشه. هر فیلم ببذیرم فیلم خراب بشه خدا نکرده، کم کسی باشه وقت برام گرانه. البته خب به هر حال شما یه مشاور خوبم داری، این آقازاده‌تون هم که خودش فیلم سازه و خیلی وقتی ایشون هم توی فیلم نامه ها اساسیت داره، به شما پیشنهاد میکنه مثلا بگید در انتخاب چرا تا مطابق بقیه میل شهاب باید باشه. شهاب اولین فیلمی که شما بازی کردین، برای شهاب بازی کردین؟ شهاب دانشجو بود، درسشان که تمام شد باید یه فیلم به کوتاه میساختن. آمد گفتش که مامان تو اینه برای من بازی کن. گفتم بابا جان من بلد نیستم. گفت تو بیا مطمئن باش تو خراب نمیکن. خلاصه وقتی پذیرفتم و رفتم بازی کردم، الحمدلله کارم خوب شد. بعد از او هم کلاسی شروع کردن،
می آمد مامان محمد گفته که مامانت بیا بریم بازی کنیم. گفتم که من چه وقت ندارم نمیام. تو مامان او خب پدر نداره، مادرش باید پول قرض کنه برای خرج کنه، تو راضی؟ باشه. آخه شما منقدر شیرین نقشه رو بازی میکنید و یکی از خصوصیاتی که شما دارین که حالا من دیدم خیلی از کارگردان ها این بخش حالا شخصیت شما رو خیلی میپسندن، شما خودت یک مشاور فیلمنامه ای، یعنی خیلی از متنایی که به شما داده میشه شما غلطاشو میگیری، مثلا میگی یه مادر این جمله رو نمیگه. و اینکه یه مقدار میخوام الان حس و حال مادرای همسن و سال شما رو بگم. ما قدیمی تر که بودیم، یعنی یه خود قدیمی تر که مادرای همسن و سال شما بودن، مادرها یک ویژگیایی داشتن، یک به حال قوانینی در جایی که زندگی میکردن داشتن که در مورد بچه‌هاشون بودن، حالا در مورد غذا خوردن، در مورد رفت آمد، در مورد مسائل شخصیشون. یکم نمیخوام مقایسه کنید، از مادرای اون روزا بگین. مثلا من یادمه که مثلا نسل شما توی خونه اول چیزی که روشن میشد سماور بود، یعنی صبح که بلند میشد نماز صبح اولین کار بود که کبریت میزدن این سماورهای فتیله‌ای روشن. درست میگم؟ او بعدها بود، زمان ما آتش‌سوزان بود. آها سماور زغالی بود، تعریف میکنی؟ اول آتش‌سوزان پر کرده بودیم زغال، صبح میذاشمش روی یه فتیله از سفتیله، یه ذره که میگرفت میبردیم حیات، میچرخانیم تا بشه آتیش، بعد میریختیم سماور و در سماور هم میزدیم. ولی مواظب بودیم، یه لوله داشت. بله یه لوله بخاری مانند میذاشتن روش که اون لوله هوا رو از زیر میکشید بالا و گردش هوا سبب میشد که آتیش رو میگرفت. خال مدنی بعد خیلی هم زود آب جوش میامد، مثلا میگفتن این دو لوله است، یه لوله است، این داستان ها داشت دیگه. نه او مال زمان نفتی بوده، دو لوله یه لوله هاش. خب بعد وقت سماور که جوش می آمد، نون و تشکیلات صبحانه بود؟ حالا قبلا او سفره رو پهن کرده بودیم، بسات صبحانه بود، حالا هرچی بود، یاست رو کرسی بود، او رو کرسی بودن شیری تو زمستونا. بله اینجا که پایه مادرم بود، پایه ها صاحب داشته که این پایه مادرم بود، این پدرم بود، اون من بودم، اینا برادرم بود. آی جانم که ستاشان رفتن من فقط ماندم، خدا رحمتشون کنه. اون وقت اینجا می آوردیم میز سماور، میز میذاشتیم سماور روش و خلاصه چای و بند بسات و اینا، شکر و قند و پنیر رو، حالا هر چی دیگه بود که پای سفره باشه. خاطرم از یه میزای کوچیکی بود، میشه گفتم میز سماور، میز سماور بود، میگفتم میز سماور که زیر این میز سماوره کشویی نبوده، ولی الا ماشاءالله چیزای عجیب غریب بود، یعنی از چای و قند و هر اون چیزی که آخه لازم بود. مادر قدیمی خیلی استراب جمع و جو داشتن، یعنی همه چی باید جمع و جو میشد، به خصوص بعضی اینی میکردن همون میزه میشد به قول خود من یک گنجه کوچیک میشد براش. او گنجه خیلی کمک بود به خانم، به مادر، چون قند و چای و شکر و اینا همه تو جبه میرفت، زیر رو یه پارچه خوشگلی هم درست میکردن. و حالا مثلا من تازه ازدواج کرده بودم، ما یه دفعه رومیز معوض میکردم، این دفعه گلدوزی میکردم، دفعه چین فلیسه بود، دفعه چین سوزنی بود، یعنی عاشق زندگی من بودیم. هم اونی که مثلا ترقوریه رو میبافتم، وقت عشق میکردم از که هنر کردم که با قلاوی ترقوری بافتم، هر کس به من میگه اه به به راه به اینو خودت بافتی، یکی هم بری بابا دست به بافتنتون خوب بود. 5 میل یا 2 میل؟ الان میبافم. 5 میل هم میبافتین؟ 5 میل دستکش و جوراب. بله بلد بودین بل. چون خیلی سخته 5 میل. نه هیچی سخت نیست. برای شما بله. الان جدیدی الان هر کدوم دارم میشه. مثلا الان شاخهاشون دارم و میشه با 5 تا میبافت. آره. ببینین 5 تا میل دور میزنین. ولی با 2 میله یه رج از این روی یه رج رو به زیر یک رو به رو. که این ساده میشه. خانم مدنی چطوری بود که مادرای قدیمی با اینکه اکثرشون هم خونه دار بودن مدیریت مطلق داشتن توی خونه؟ استراب نداشتن، استراب بیرون نداشتن، همسرانشون مدیریت میکردن، بچه هاشون مدیریت میکردن، به درس بچه ها میرسیدن، او وقت گرفتاری بیرون نداشتن. مرد وظیفهش بود نان و گوشت و نمیم و چیزا که نیاز خانواده بود آقا باید تهیه کنه. مرد نباید، خانم نباید برای مثلا نانوایی، نه قصابی. حالا در مورد قدیما که داشتیم صحبت میکردیم،
یه کارهای خیلی بامزه و جالبی که مادرها میکردن این بود که همیشه یه پرده جلوی در خونه میزدن. بله. و اینکه هیچ وقت سفره تا وقتی که پدر خونه نمیومد پهن نمیکردن. او حرمتی بود که برای پدر قائل بود. یعنی آقا بچه گرسنه‌شه گرسنته که باشه تا بابات نیاد سفره نمیندازن. نه دی وقتی میدیدیم بچه هست به بچه های کوچیک میدادی ولی به بزرگترا نه. و اینکه تا اون ببین هر کسی باید جایگاه خودش داشته باشه. شما این کیکی باید اونجا باشه. اگه بذاشت زیر میز جلوه داره نه دیگه. درست. هر چی تو جایگاه خودش باید داشته. چون سنت های قدیمی که تو کشور ما بوده و همین مادرهای ایرانی داشتن مثلا چه بدونم مثلا مراسمی که نزدیکای سال نو بود مثلا نزدیک عید که میشدیم حتما باید ملافه ها رو عوض میکردن خونه تکونی میکردن. خب میدونی چقدر لذت بخشه. من خودم اگه یه شیشه مثلا شیشه پنجره رو پاک کردم هی میرم میگم به به خدا یه مهمان خوبی برسه ببینیم چقدر تمیزه. یعنی ببین به خودمان انرژی مثبت میدیم. نمیگم ای بدبخت چقدر کار کرده جانت در اینا نیست. نه این کار لذت بخش بود. بعد وقت همه با همدیگه کمک هم میکردن. اصلا قانون ریشه. یعنی همسایه ها با همدیگه خواهرها با هم کمک میکردن. روزها رسمی. و بعد مثلا آقایون هم اگر هر طور شده بود یه روزو برای شستن فرش میذاشتن. فرش ها بعد حتما شسته میشد. خب حالا الان اگه کسی باشه میدن ماشین اون دیگه. آره ولی اون که تو حیات میاد تو کوچه با هم دیگه میشستن یه قصه دیگه ای داشت درسته؟ خب بخواستن آب برید بیرون نه چا فاضلا پر نشه. آره یعنی همه چی بر اساس حکمتی بود. همه طرف محاسبه میکردن بعد تصمیم گرفت. سوار آمد به مرکب نوروز خورشید تابان یهو خوشم خوشم که عمر دی سر آمد رنجم بگرفت پایان یهو بیا که خوش کنم دلم به روی تو شادم کن در این نوبهاران دور سر ما رفته غم به یک جا رفته پا به کوبیم یاران به من تو بادا سال نو فرخنده به سال نو گردد ما را لب پرخنده ستاره بختت چون مهر تابنده به همه کسان به همه یاران خوش و خرم روزگاران. خب یکم از خاطراتتون از سریال وضعیت سفید بگید. اونجا نقش یک مادری رو بازی کردید که همه این ویژگی ها رو داشت. مادری بود که خانواده رو به نوعی در کنار هم میخواست جمع کنه و اینکه علیه خاطره بازی کردیم در مورد همین مادرهای قدیمی که منشأ خیر بودن و همه خانواده چه بچه هاشون چه خواهر برادرها چه هر کسی تو خانواده بود هر چه کارشون گیر میشد میافتن پیش این مادرها با تجربهشون به قول من با بزرگی که میکردن خانواده رو قدیمی ها میگفتن دیگه هر اتفاقی که میافته گرد بخوابیم که کسی از وضعیت اون گرد دعوای خونمون رو سر کوچه نبریم. یعنی که مقدار از وضعیت سفید بگین چی شد اون سریال چطوری بود؟ برای من خیلی خوب بود به من خیلی خوش گذشت. آقابت بخیر شیبه قلی آقای نعمت الله و سایر کارگردانه که با باشن همکار داشتم یک از یک بهتر بودن. یعنی من با هر کس کار کردم احساس میکردم شهابه ای جان. احساس بیگانگی نداشته و اونا هم حرمت من داشته. کار خیلی قشنگ بود. حتی خدا رحمت کنه علی سلیمانی عزیزم هم تو اون کار بود. ببینین پیام داشت خدا رحمت کنه عزت الله مهراوران آقای مهراوران. بله آقای عزت مهراوران عزیزم یه دست گل بود یه پارچه انسانیت اون عزت که یه دقیقه مرد بیکار نبود یا مینوش یا میخواند. چقدر خوب شد یادی کردیم از ایشون. روحش شاد خدا رحمتش. خب بعد اونجا چقدر بعد آقای سلطانی. بله بله چقدر این مرد اصلا وقت میگو مامان جان به بچه میگو بزر ما خدا رحمتش کنه. اونم دست یا خود عباس غزالی عزیزم. ببین یک از یک بهتر بودن خانما یعنی یک گوشتلخی تو ما نبود. آره یه تیم یک دست بودیم. بفرمایید دست شما درد نکنه. خیلی ممنون قندم بفرمایید.
جان بهرام بریم اونجایی که بیژن بچه هاش بود، اونجا نگه دار بچه های بیژن هم سوار کنیم، با هم بریم دیدن پسر به. یه فیلمی هم بازی کردین، بوسیدن روی ماه، بله. همچی فیلمی بود او کار آقای اسدیان، آقای مایون اسدیان بودش، بله. اونم فیلم فوق العاده زیبایی بود که شما نقش یک مادر شهید بازی کردین و چقدر زیبا بازی کردین و چقدر تاثیرگذار بود. میدونی آقای رفیعی، من کاری که میپذیرم تا اونجا که ممکنه از جان خدا بایه میذارم، یا مکن با فیل بانان دوستی، یا بنا کن خانه در خورد فیل. یا باید آدم این قدم بر نداره، یا وقتی آمد باید اینجا سرده گرمه بالاست پایینه باید بگی چشم. خب تجربه شما هم، تجربه شما در زندگی و علمی که از زندگی دارین، واقعا میتونم بگم در زندگی عالم هستین. اینی که به هر کارگردانی کمک میکنه. من خودم یادم تو اون سریالی که با هم بودیم، شما متنی که بهتون میدادم میگفتی این متن اشتباهه، اینجا باید این گفته بشه، و اتفاقا اون چیزی که شما میگفتید درست بود. یکم درباره بوسیدن روی ماه بگین و اون نقشی که اونجا بازی کردی، نقش یک مادر شهید، حال هوای اون چون شما رو میدونم که خیلی احساسی هستین و همینجوری به یک موضوع احساسی که فکر میکنید منقلب میشید، و اونجا اصلا اون بازی شما بخشش من فکر کنم زندگی بود، اصلا بازی نبود. گفتم که وقتی یا مسئولیت قبول نمی کنم یا به نحوه اونی که ازم بر بیاد انجام. بعد از او یه سال دو سال بعدش بود مادران چشم براه یه جلسه داشتن تو خیابان صفا، اونجا یه پارکی بود که راننده آمد منو برد. از در حیات که ما وارد شدیم یه مادرها گل ریختن سر من تا برم تو، گفتن مدری. وقتی گفتن گفتیم ما فقط اگر مدنی میام و میایم بلا نمیم. او یه گوشه از درد ما را شریع رو میدن، جب نمیتونستم کلا سر خودم بذارم. ای جان ایشالا که همیشه سلامت باشین، الهی آمد همه مردم خوش باشن. و همین شب خیلی از مادران عزیز و بزرگوار سرزمینمون که فرزند تقدیم این کشور کردن، مادر شهید هستن، ایشالا که سلامت باشن. و میگم روز مادر روز بزرگیه، و اینکه به هر حال به اسم مبارک حضرت زهراست خب خیلی عظمت داره، خیلی زیباست. و من اینو به ذرس قاطع میگم خانم مدنی، هیچ کجای دنیا مادران ایرانی رو ندارن. مادران ایرانی جنس فداکاری رو گذشتن، مادرانی که چون با عشق مادر بزرگ میشن، نه با شیر و شیشه ها بذارن. الان بچه‌ای که حتی بخوای بچه شیر خشک بخوای بهش بدی، بچه رو بچسبان زیرت رو قلبه، او وقت او شیر رو بذار در میشه، بذار او ضربان قلب مادر رو بشنوه. میگم دیگه فقط که مدیریت فرزندا، مدیریت همسر، مدیریت خانواده، مدیر خانواده خودش، مادر بودن وظیفه سنگینیه. و اینکه وقتی که شما مسئولیت یک فرزند و یک خانواده رو به عهده میگیری، یعنی مادر یعنی رهبر یک زندگی، یک خانواده. و اینکه مادرای قدیمی همینجوری که شما فرمایش میکردید همه امور رو بهش رسیدگی میکردن، یعنی به همه امور خانواده، حتی این صله رحم، رفت و آمدها، همش درایت و توانمندی مادرها بود که برنامه‌ریزی می‌کردن، می‌رفتن عصر نمی اصلا می‌رفتن خونه هم دیگه، هفته یه بار همو می‌دیدن. این برنامه‌ریزی‌ها خیلی مهمه. مثلا 4 تا 4 جمعه داشت، هر جمعه مادرم یه دست فامیلی دعوت می‌کرد. عزیزم افطار می‌دادن، یعنی 4 تا جمعه رو ما مهمان داشت، افطاری می‌دادن. افطاری بله. و چقدر زیبا بود. و اینکه همه خانواده اتاق البته اینقدر بود ولی خب بزرگ بود. آخه ما اون موقع اصلا به این چیزا فکر نمی‌کردیم. سفره جلو مهمان باد می‌کردیم. عرض کردم اکثرا مثلا نهایت مبلمان داخل خونه 4 تا پتوی با ملافه سفید و بالش و مخده و این چیزا بود دیگه، یعنی خیلی شلوغ پلوغ نبود. اون میز هم که اون میز معروفه که مال سماور بودم که کلی وسیله اون زیر بود دیگه. اونم آخر من برای روش گلدوزی میدوختیم، پرو و پلاستیک میداختیم، اونم یه جور شلوول نمیانداختیم. آخه بعد همه چی هم مراسم داشت. مثلا من میدونم که مثلا اگه من خدا بیا مرز رفتگان شما رو مادر بزرگم بیادن، این بریده های تیراهن داشت. این مخصوص قند شکستن بود. مثلا بهش گفتیم مادر قند خورد که، گفت نه اون به درد نمیخوره، برای یه کل قند بگی بیا خودم بعد خورد کنم، این اندازه هاش بعد اندازه درست باشه. بعد
این ایشون میشست قند خورد میکرد و یه چیزایی اون جایی که ضربه میخورد به همدیگه وصل میشد، بهش میگفتن شکر پنیر. این یه حالت نقلگونه بود. ما بچه ها نوا همه میشستیم منتظر بودیم نفری یه دونه شکر پنیر بگیریم و بخوریم. چه مزه همیده. آره واقعا. و اینکه خاک قنداش هم بعد جمع میشد یا حلوا میشد یا شربت میشد. نه آقا عدس پلو حدیم اینا رو که درست میکردن با اون با دارچین قاطی میکردن میآوردن سر سفره. میگم دیگه اون ببین یعنی این چی متولد اصل زندگی بود. و اینکه مثلا من خاطرم هستش که اینا همه کارهایی بود که روزانه انجام میشد توسط مادرها. و اینکه مثلا غذا یادمه که مثلا همین غذا پختن یعنی هیچ غذایی دورریز نمیشد، یعنی همه چی جوری اندازه درست میشد. یا مثلا اکثرا شبا هم که شما فرمایش میکردی مادر بزرگوارتون خدا رحمتشون کنه سیب زمین تنوری میکردن با پیازاق که الان تو شیرازی ها بشکن دو پیازه آلو با این ترشی بادنجون و ترشی لیته و بعد نون سنگک و خیلی با سخت. حالا بعد سیب زمینی اینقدر میگیرم هر دفعه میگیرم اول میشوره میشه خدا رحمت کنه همسرم میگفت لیپ صابون رو بزن بری میگفت و میخندیم. اون وقت وقتی میریم کوه یا جایی که شن سنگ هایی نیم چی باشه کنار دریا وقت بزن یک کیسه اینقدی سنگ های اینقدی دارم قابلمه بی دسته اینه برای خانم های جوان میگم دسته نداشته باشه اون سنگ ها رو میشستم خوش میکردم میریختم گرد به کف بعد به تعداد 5 تا 6 تا 10 تا حالا هر چند تا میگیره برای هر کسی 2 تا یا 3 تا سنگ سیب زمینی میذاشتم. اون وقت اینه دو بار سه بار رو گاز میذاشتم دو بار سه بار زیر روش میکردم میشد سیب کبابی. آخه یعنی بدونی آب بزنی سیب زمینی تنوری میشد روی این سنگا روی سنگا پخته میشد دیگه رو سنگه بله دیگه یعنی یه جور تنوری میشد دیگه این سنگا داغ میشد اینا رو رو نمک همیشه کار کرد ولی نمک میسوزه پوسه میچسبه بهش باید نمک کرد نه اینکه شما گفتید خیلی وقت نمک با سنگ رو اگه یک دو تا پوست چسبه بود میشستم هیچ هفته و چقدر میچسبه اون یعنی هم سالمه همین که خیلی خوشمزه است. حالا مثلا الان گوجه فرنگی خیار شورکره هیچ درم هر چی داشتیم میآوردیم سر سفره. و اینکه مثلا الان همه میبینن یه ظرف سیب زمینی سرخ کرده میگن این جدیدا که با روغنه ولی اون خیلی درجه یک تر بود و اینا غذاهایی بود که اون موقع مادرها همونجور که شما میگی با فکر این که خاصیت داره و هم خوشمزه است و این تنقلات دنیای قشنگ داشتی خیلی خیلی یعنی اینکه من یادم نیست چیزی خانه ما مزمل شده باشه بیردم دور. حالا الان یه وقت پیش میاد دست دیناست او هیچی ولی قضاره اگرم بمونه یه ظرف کوچیکش میکنم میذارم فریزر شب که هیچکی نیست خودم تنهاست اونو گرم میکنم خودم بخورم. اون وقت مادر من میگفت دیزی پرجوش بهتر از دیزی پرگوشت. آره آخه اصلا خیلی پرگوشت هم نمیخوردن یعنی اصلا این خودش بیشتر همین آب گوشته بود که با این نون مثلا اون باز حالا نونای بیات رو نگر میداشتن یا خشک میکردن اون میکردن ما قاوت میگفتیم قاوت اون میکوبیدن نیکوبش میکردن بعد آب میپاشیدن بهش یه ذره نم میکشید مخصوصا برای وقتی که کرسی هست خوبه او مثلا روش یه در مثلا دم کن یا در خود چی میزدیم یه نیم ساعت بعد یه نانه نم کشیده بود بعد پنیر زیاد خود میکردیم توش گردو حداقل یه مشتی نیم کوب شده ریختیم و نعنای خشک فرمودین یا گلپونه گلپونه که خودتون از کنار جوب آب چیدین اون یه چیز دیگه است گلپونه رو میپاشیدیم و روغن حیوانی آخه چه آخرش هم که میشد روغن حیوانی اسمش چی بود این چیزی که الان گفتی اسمش چیه بهش چی میگفت گفت همون نام خوشگاه بود تیکه میدونم اسم خاصی داشت بهش میگفت قوت قاوت قاوت آره حالا قاوت یا حالا مثلا اون طرف چی رفتم اونجا میگن قوتو قوتو تو کرمان میگن اون با مثلا با آرد نخودچی و یه سری ادویه و شکر و خاک قند و اینا درست میکنن نه او همین هاست دی آب نداره آها اون هم همین هاست. خانم مدنی شما کار ادبیات هم میکنید و ادبیات میدونید قرار بودی شعر هم برای ما بخونید از سعدی یادم نید سوالا الان چیزی آماده داری برام بخونید؟ همه برای جوانی بخونم. بله. برای مادر. بله. در جوانی روزی بانگ بر مادر زدن. در افسرده به کنجی نشست و
گریان همی گفت خوردید فراموش کردی که بزرگی میکنی. چه خوش گفت پیری به فرزند خویش، گر از عهد خوردید یاد آمدی که بیچاره بودی در آغوش من، نکردی در این روز بر من جفا. درود بر شما، یه دست به افتخارشون بزنید. همه رو خسته کرده ما. عزیز منی، ما یه مهمان دیگه هم میخواد به جمعمون اضافه بشه اگه اجازه بدین. و یک بانوی قهرمان، یک بانوی ورزشکار. حالا معرفیشون میکنم، ایشون هم به اتفاق فرزند گلشون اومدن اینجا، در خدمتشون هستیم. بریم یه فاصله بگیریم و برگردیم، ایشون هم به برنامه اضافه بشن. مدار بسته این قسمت، یعنی ویژه برنامه روز مادر، دوربین مخفی دیگه نمیتونه داشته باشه. چرا؟ چون نام مادر که میاد هیچی مخفی نیست، همه چی عیانه. الان توی این بخش میخوام از مادرها بپرسیم بهترین هدیه که تو روز مادر گرفتن چه هدیه‌ای بوده. فکر میکنم باحال بشه. این دیگه مخفی نیست، واقعیه واقعیه. بریم ببینیم چطوریه. سلام عرض کنم خدمت شما. ولادت از زهرا، روز مادر رو بهتون تبریک میگم. اسم شما چیه خانم؟ نفس. نفس. اسم خواهر چیه؟ نهال. من روز مادر به شما تبریک میگم. سلامت. چند فرزند دارین؟ دو تا. 6 تا دختر دارم، یه پسر. بزرگ چند سالشه؟ 12. دختر پسرم هم که الان 7 ساله. 40 سالشه. 34. یعنی شما 34 ساله که این حس و حال مادر بودن رو تجربه کردید. بله. کدوم سال بوده که یه هدیه‌ای برای شما گرفته باشن که شما بگی این هدیه خیلی به دلم چسبید؟ زیباترینش دخترم که از اول رفت، بعد اینکه تو مدرسه کارت پستال درست کرده بودن، بعد آوردش خونه. یعنی بعد ما رفتیم دنبالش، گفتم رفتید خونه تحویل مادرتون بدید، اومد خونه و بعد دیگه کارپوسا تحویل داد و دستامو بوس کرد. دوست داشتم. بزرگم ساعت خرید برام، خیلی خوشم اومد. 30 سال پیش پسرم رفته بود توی لوازم آرایش فروشی، بعد برگشت به این خانم فروشنده گفته بود، ما 4 سالش بود، 4 سال گفته بود که من یه چیزی میخوام از همه قشنگتر، گرونتر، چون مامان من از همه مامان خوشگلتره. اینی که یه دفعه برام با کاغذ رنگی و اینا یه سرویس درست کرد، حالت مثلا گردنبند و دستبند. و پسر کوچیک من محمد آقا یک سال نزدیک تولد حضرت زهرا بود، که دو روز مونده به تولد اومد گفت مادر براتون یه بلیط گرفتم برید امام رضا. بهترین هدیه من اون بودش. ای جانم، ای جانم. خب اینم ایده از تو بوده یا ایده از بابا بوده؟ مثلا بابا گفته امسال اینو بگیری. ایده از من. نشدی شما دیگه انشالله. انشالله. بعد مثلا بچه ها روز مادر که میشه ازتون سوال میکنن چی میخواییم براتون میخواییم بگیرن؟ میگن مادر چی میخواییم؟ مثلا کم کس همو میگن برام میگیرن. روزی که میان اونجا منو میبینن خیلی خوشحال میشن. یعنی این که حتی اگه کادویی هم نیارن براتون کافیه؟ بله، من وجودشون برام بیشتر ارزش داره. مثلا از طرف همسرتون جذابترین هدیه‌ای که گرفتین توی سالهایی که با هم ازدواج کردین چه هدیه‌ای بوده؟ یادم نیست. قراره اگه مشورت کنن چی میگی بگیرم براتون؟ دیگه الان طلا میخوام ازشون. بله. اگه بچه ها یادشون بره، همسرتون یادشون بره، ناراحتتون میکنه؟ نه، چون زیاد هم نیستم توقع داشته باشم، خیلی اذیت شم. ولی مثلا همسر که نشده یادش بره که خدا نکرده؟ نه خدا نکنه. خدا نکرده، چون فکر نمی کنم دیگه. نه اصلا یادش نرفته. بچه ها همین الان چهره شما رو دیدن، صدای شما رو شنیدن. بله. و امسال طلا رو میگیرن. چه سالی هم شما تصمیم به طلا خواهید. خدا سلامتی بهتون بده. بازم روز مادر بهتون تبریک. خیلی ممنون. انشالله نوه ها رو ببین نامور باشن. سلامت باشن. بازم روز مادر بهتون تبریک میگم. سلامت باشین. خدا نگهدار. انشالله که اونهایی هم که مادر نیستن خداوند به حق خانم حضرت زهرا را دامنشون رو سبز کنه. ماچ مامانو بکن، تبریک بگو روز مادرها، ایشالله که سایه مادر باشه. بعد نهالم تا یه دکور ما رو از بین نبرده، ایشالله که همه چی درست سر بیاد. یک مادر بسیار بزرگوار به فرزندشون به جمع ما اضافه شدن، یکی از قهرمانهای ورزشی کشورمون در رشته قایقرانی، سرکار خانم جاور. خیلی خیلی خوش آمدید. خیلی ممنون ازتون، متشکرم. سلامت باشین. خب خانم جاور،
یه خود بگین از ورزشتون، چه مدت کار ورزش میکنی؟ در کنار یه دختر خانم خوشگل یه کوچولو شیطون کار ورزش سخته. خیلی ممنونم. اول منم سلام عرض کنم خدمت شما بیننده خوبتون و روز مادر رو به همه مادرای خوب سرزمینم و به عنوان خوب سرزمینم تبریک میگم. خب من تقریبا الان 13 ساله که ورزشکار حرفه‌ای هستم و توی این رشته دارم تمرین میکنم. خب من توی رشته روینگ قایقرانی هستم و تقریبا میشه گفت که در تمامی عرصه های حالا بین المللی مدال دارم الان. تقریبا الان یک مادر حالا نمیشه گفت قدیمی، مالی یک نسل قدیمی تر، یک خود پیچین تر در کنار یک مادر نسل جدید. شما از مادرشون هم گفتید، صحبت های خانم مدنی رو میشه دیپاشتیم؟ بله بله کاملا. چیزی تو ذهنتون اومد از این چیزه؟ خودتون فکر کنم دیده باشین شما؟ نه دیگه، واقعا خیلی حالت نوستالژی پیدا میکنه بر ما هم، یه تو دوران مادر بزرگامون. واقعا البته هنوزم خونه اونا همین رنگ و بو رو داره به نظر من، شاید تو خونه ما الان نداره. جانم دختر قشنگ، ولی به نظر من خب اون حال و هوا رو هنوز ایشالله که همه بزرگترهامون سایشون بالا سرمون باشه تو خونه اونا داریم. ولی خب واقعا نسل ما خیلی جدا از این نسل زندگی کردن. مادرهای گذشته خیلی فداکار از خود گذشته بودن، واقعا مادرهایی بودن که شاید از همه چیزشون به خاطر بچه‌هاشون میگذشتن، واقعا خودشون رو فدا میکردن. ولی خب نسل به نسل، حالا به نسل ما که رسیدی یکم تغییر کردیم. ما میایم میگیم که اول اهداف خودم، حالا در کنار اون تا اون هم یاد بگیره. بله بدمزه بود، بدمزه بود اون، نخورش دیگه، اشکالی نداره، نعنایی بود. یکم به هر حال فرق کرده به نظر من دیدگاهمون نسبت به زندگی ها، ولی در نهایت واقعا ما همه چیزمون رو مدیون اون نسل هستیم، واقعا ازشون ممنونیم. داشتم عرض میکردم خدمتون، چقدر در هفته پیش میاد که با دختر گلمون باشین؟ و من کل روزای هفته رو کنارشم، کل ساعتم پیششم جز ساعتای تمرینم. البته ساعتای تمرینم هم که مینل توی دریاچه کنار قایقم، یعنی این توی نیست که خونه باشه من پیششم، بازم پیششم. اون یکی دو ساعت که فقط روی آبم کنارش نیستم، و یعنی بقیه تایم ها رو کلن کنارش هستم و با هم دیگه داریم وقت میگذاریم. آها، یعنی انشالله دوست دارین که علاقه من بشه ایشون هم رشته بس شما رو ادامه بدن؟ بله میتونی. واقعیتش اینه که اینطوری نیست که من بتونم بگم این حتما توی اون رشته موفق میشه یا نمیشه. اینطوری نیست که واقعا بتونیم پیش بینی کنیم که واقعا قراره تو آینده چه رشته ورزشی رو ادامه بده. من تقریبا سعی کردم تمامی بسترها رو، چه توی موسیقی حالا چه توی ورزشش، دو سه تا رشته رو براش پیش بینی کردم که خودش فعالیت کنه تا حالا به هر حال به اون سنی برسه که خودش بخواد انتخاب بکنه که توی چه رشته بخواد فعالیت بکنه. یه سوال دارم از هر دو بزرگوار بپرسم، هر دو پاسخ بدین. فرق مادرای امروز با مادرای دیروز؟ مادر دیروزی بهتر قبول دارم. شما مادر دیروزی بیشتر قبول دارید؟ شما چی خانم جان؟ فکر کنم نسل ما مادرهای امروز رو بیشتر قبول داره، به خاطر همون بحثی که کردم. چون مادرهای گذشته، مادرهای امروز رو کم خودمون رو بیشتر قبول داریم. مادرهای گذشته خیلی از خود گذشته بودن واقعا، و نسل ما هدف گذاری و خودش رو هم الان دیگه مهم میدونه توی این مسئله. یعنی شما موافقین دیگه اون حجم از خودگذشتگی هم انزاما خوب نبود؟ بله نه، به نظر من خوب نبوده. چون به هر حال الان که با مادرهامون، با مادر بزرگامون شاید حرف میزنیم، دوست داشتن شاید یه سری کارها بکنن، واقعا علاقه داشتن. مثلا من مادر بزرگم بعضی وقتا میگه مثلا من دوست داشتم کلاس موسیقی برم ولی نرفتم یا نذاشتن که برم. ولی واقعا اینجوری نبود. الان خانم مدنی بهتون میگن. خانم مدنی شما از کی تصمیم گرفتین درس بخونید و معلم شدید؟ آره من بچه سومم کلاس 6 سالی که شد رفت کلاس اول ابتدایی، من تا درستم شبانه درس خوندم، یعنی کلاس 9 ازدواج کردن، سه تا بچه پشت سر هم آمدن که دید نشه دیگه. او که رفت کلاس اول ابتدایی، خدا رحمت کنه همسرم، خدا رحمت شما. آقا همسرم هم برادرم بود، هم شوهرم بود، هم عمودایین بود، یعنی اونچه که من نیاز روانی داشتم در وجود این مرد بود. یعنی میدانست که مثلا من میگم اگه این شمر از اینجا بردار
گفت چرا؟ گفتم گفتم برای که اینجا ممکن بود بگردم من بسوزم، مثلا نمیگم ها، دید پرچونگی نمیکرد که نه نمیخوام اینا. گفت خودم هستم. اون وقتم همسرم وقتی من رفتم دیپلم بود، یاریش کردم و لیسانس قبول شد. 5 سال من تهران بودم به خاطر ایشان که اون وقت دارای موفقم بودن همه دار که اینجا دبیرستانه سرش افتاد بده بستان کردن که ایشان فرهنگی بودن. بله ایشان لیسانس علوم اجتماعی بود، منم یه دیپلم گرفتم. خب دیگه الان دختر خانم خانم جاور رفتن با بچه های فیلم بردار دارن کار فیلم برداری هم انجام میدن و به سلامتی هفته دیگه کلن کار دست گرفته، کار در آورد دیگه، تموم شد. خب خانم جاور الان شما ترمیدین که توی دوران تحصیلتون تصمیم گرفتین که برین رشته ورزشی که مورد علاقتون بود و بخونید و مادرم موافقت کردن یا نکردن، چی شد؟ بله. من اون موقع که خواستم وارد قایقرانی بشم، مادرم که خیلی شدید حمایتم کردن، خیلی هولم دادن به سمت جلو، ولی پدرم یه کوچولو به خاطر اینکه میترسید درسم آسیب ببینه و حالا سالی بود که قرار بود حالا بعدش کنکور بدم و انتخاب رشته بکنم، گفتن که اگه قرار بود درست آسیبی برسه من اجازه نمیدم که بری. که البته تقریبا یه چند ماهی که گذشت دیگه پدرم هم همسی مامانم هم شدن، دوتایی با هم حمایت هم میکردن، ولی خب در نهایت من خودم واقعا درس خوندن رو خیلی دوست داشتم. اگه روزه با دختر خانم شما بشه و بدونی که داره درس میخونه و درس هم خیلی خوبه و تصمیم میگیره یه رشته ای رو بره که حالا مثلا علاقه من بشه، چون بدونی که به هر حال اون موقع معلوم نبود شما حالا در رشته قایقرانی همه چی خوب پیش بره و مثلا تو از اون موقعش هم نمیدونستی بله. که مثلا این همه افتخاراتو کسب کنی، به هر حال یک ریسک بود که شما پذیرفتین و خب تلاش خودتونم باعث شد که به اینجا برسید. در مورد دخترتونم به همین سادگی قبول میکنی؟ بله به نظر من ما یک بار زندگی میکنیم، حالا مهم نیست که اون اتفاق نهایتاً دقیقاً اون چیزی که ما می‌خوایم بشه یا نه، ولی باید اون چیزایی که دوست داریم رو تجربه بکنیم. واقعاً من اگه شاید حالا الان که به هر حال به سقف آرزوهام شاید هنوز کامل نه، ولی به هدفام توی ورزشم رسیدم، ولی اگه هر چند بار که زمان برگرده برام من دوباره همین مسیری که تو زندگیم طی کردم رو طی می‌کنم و قطعاً این شرایط رو برام اینلم مهیا می‌کنم که اون چیزی که دوست دارم رو انجام بده. به نظر من تجربه کردن خیلی شیرینه، حالا می‌خواد هر چی که باشه. حالا اینو شعاری گفتین، ولی چند دقیقه قبل اگه خاطرتون باشه جمله گفتین که نشون میداد همچی خیلی هم خیال راحت نیست، که گفتیم بچه رو به هر کسی نمیشه سپرد. دقیقاً همینطوره. آره واقعا. یعنی اونجوری هم نیست که خیلی خیلی به تقدیر. نه خیلی هم آدم، ولی واقعا همینطوره. نمیشه خیلی هم به تقدیر. ولی توی انتخاب یه سری مسائل توی زندگی به نظر من میشه این اجازه رو داد که این اتفاق بیفته. یه چیزایی بین مادرها مشترکه. بله. چه مادر جدید چه مادر قدیم. بله. غذا به موقع خوردی؟ چیزی خوردی؟ نه بلند شو الان یه چیزی باید بخوری، نه اونجا نرو اون کار انجام نده، نه اینی که من بهت میگم و گوش، اینی که من میگم و بپوش بهتره. یعنی تا یه بخشی شاید شما بگه و حال تعامل میکنی اینا، ولی یه جایی به حال مثلا الان شما اگر دختر خانم گلتون مثلا تصمیم بگیره خودش مثلا بره کنار گاز وایسه یه چیزی بپزه یه کار خطرناکی میکنه، بعید میدونم به همین سادگی بگی تجربه کن ببینیم چی پیش میاد. من نظرم اینه، حالا یه سری چیزا که چشم، یه سری مسائل که واقعا نمیشه، یعنی تو مطمئنی که خیلی خطره و میگی، ولی خیلی از مسائل رو هم دقیقا همینه. چشم، نه نه به نظر من، ولی یه سری مسائل رو میشه که هشدار رو بهش بدی، یعنی اون تجربه که داشته رو بهش بگی، ولی این اجازه رو هم بدی که خودش تجربه هم بکنه. ولی من فکر کنم الان مثلا یه مادری مثل سرکار خانم معدنی آقا شهاب همچنان هم شما یه سری توصیه ایمنی داری براش؟ آره اگر مثلا طور میگم که حرمت ها حس بشه، یعنی به حال نگرانی نیست. درسته، ولی به حال نگرانی؟ آره که همیشه نگرانی. ولی یه چیز بگم خانم معدنی، همه مادرها در هر جایگاهی بله. چه جدید چه قدیم، تا زمانی که بچه هاشون نیان توی خونه آرامش پیدا نمی کنن. یعنی هر چقدر که اعتماده، کجا رفته چی شده ماشین بشه، مادر همیشه به دار دور از جایی شما آویزان نگرانی بچه. و میگم دیگه مثلا مادر خود من با اینکه حالا من خودم هم فرزند دارم و
خودم هم همیشه، ولی همچنان همون دغدغه‌های دوران مادریشو داره، نگرانی‌هاشو داره، همچنان ادامه داره دیگه اون نگرانی همیشه. مثلا یه چیزی بگم می‌خندین بهم، من این می‌خواد چیه می‌خوره پاپفیل بخوره، یه فکرم که به شما بگم رفتی منزل اینقدر بهش نوشابه بده بر آب گرم نباد. خدا عمر عزت رو بده به چرم خنده برین اردو. تا بسون که میشد هم خودش کلافه بود هم از سر گردون رانی بردم چیکارش کنم چجوری سرشو بند کنم. حالا خیلی خوب شد میراد اردو. اگه بتونین یه کاری هم دستش بدین که سن راستی شای توش باشه. چی میگی؟ اگه حرفی بگی نزدم که خلاصه آقای داره اول خدا بعدم شما من به چه به دست شما میسپارم. مواظبش باشین یه وقت از درخت پرت نشه، یه وقت تو کوه کمر گم نشه، یه وقت ماری عقربی رو تیلی چیزی نزنه دش، یه وقت سبونم لال گرگی پلنگی چیزی پارش نکنه. راستی غذا دونم یه گوشت بزداش بهش ندین چون بهش نمیسازه. یه کمی هم سرمایه است، شبا روشو بکشین سرما نخوره. بیرون تو هم میرد آفتاب کم تو سرش خواه چون خون دماغ میشه. خلاصه همینجور که اینو صحیح و سالم برین صحیح و سالم برش میگردونید انگار برادری خودتو. راستی بعضی شبام تو خواب جیغ میزنه، آروم بیدارش کنید یه لیوان آب بشودین بخورید راحت میخوابه دیگه. خلاصه آقای داری من اولین بارم سیز به چه دور میشم، خیلی دل واپسشم دیگه. این فوبیای کفشات و درار، دستات و شستی، لباس اونجا نشین خاکی میشه، اون بشقابه بگی زیر دستت نریزه زمین، و البته یه دمپایی کمشی توی خونه. این وسیله تهاجمی به نام دمپایی کاربردش خود اون مال نسل قبل. اون به نظر من یکی از چیزایی که تو نسل جدید خیلی کم رنگ شده، واقعا نمیشه به اینا کاری کرد. اجازه بدین که ازتون باور نکنم. نه واقعا اینطوره، اصلا نمیشه. بله اصلا این اجازه رو بهت نمیدن واقعا. پس شما از اون دمپایی نداری حتی کتونی؟ نه ندارم، من باید مواظب باشم تازه نظر منو بدن. البته شما تو قایق نه کتونی میپوشیدین، دمپایی کفشش فرق میکنه. بله به حالت فیکس ما نداریم اونجا اصلا دم دستمون چیزی. و اینکه یه اتفاق دیگه هم که میفته، مادرها یه جایی که میخوان بچه هاشون رو با یه شیب ملایمی به سمت موفقیت هل بدن، همیشه بچه های همسایه و فامیل و بچه های خودشون بهتره، میگه نگاه کن. یه مقایسه ریزه اینجوری هست، البته عمومیت نداره ولی هست. ولی تا بچه هم اینجوری میشه، ولی یه خود رو بزرگتر بشن داره. مثلا خود؟ من کلاس که میخواستم بگم زمستان که میشد، چون کودکستان بودم از کردم خدمت دار، بچه ها سلوانی نمی رفتن. وقتی می گفتم بچه ها چه ها تا خالی دیروز من رفتم منزل دخترمون، یه پسر داره دسته ای گل. خال معلم چه جوری می گفتم رد و دمار لباس تمیز اصلاح کرده بود، من هم ایشون بغلش کردم گفتم اوف فدای تو بشم. فردا میبینم یه نفر میگه خانم معلم، خانم معلم مهدی آمد. خب میگم آقا مهدی آمد. نه آخه رفته سلبانیم. گفتم این سلواتی براش بفرستید، حالا براش دست بزنید، حالا مهدی بیا 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 جون قشنگ میگرفت. آقا اینه به جان شهابم که تمام زندگی اینه بشه خودم نمیتونه زن بچه رو بیگانه بدانه. اجور میچسبندم سینما، فردا دوتایی دی اسلام کردن. خانم معلم دو نفرم گفتم خب دوتا تنم بیارم. وقت زمستان بود اینا می آمدن دستاشان یخ کرد بود، یکیشان اینجوری بگرفتم جلو دستاشان بگرفتم تو دستم، یکی هم بردشم بشم دستاشان رو دستم زیر بغلم بگرم زیر بغل خانم خیلی داغه. ولی خوشحالم. فقط میگفتم اگه اذیتم کنین میفتیم تا یه کلاسی از بعد از ظهر معلمش بچه ها رو میزنه، هر کاری بکنی چوب خوردی ندازه، فقط او ترسیشان میدا. برو خلایه هرچی لایه، برو تو اون بیغوله بذار اونم اونجا بذار، خودش هم میره به درک. مسومه چونه بیا این کدرون کدرت ببر بده بابا چش. آخه خیلی کدرت دوست داره. بودو رفت یوسف با تو هم. آقا یوسف این کتلت خانم دادم بخوریم. نمیخورم کتلت دیگه دوست ندارم. بدی من هم بشنم. یه بخشی که خانم معدنی از نسل شما به این نسل رسیده، مادرانی که در نسل شما بودن همه انرژیشون رو می‌ذاشتن که بچه‌ها به بهترین جا برسن. مثلا
مادر یا پدر اصرار داشت که تو در رشته پزشکی باید موفق بشی و ترجیحاً الان این رشته ورزشی برای تو مناسب نیست، این رشته هنری برای تو مناسب نیست. و این بچه ها الان رسیدن شدن مادران و پدران حالا، و این مادر پدرهای حالا دوست دارن اون چیزایی که تو نسل خودشون نشدن بچه هاشون بشن. یعنی یک اتفاق دومینووار همین جوری پله به پله اومده. شما الان قبول دارین سرکار خانم جاور؟ بله دقیقا همینطوره. هر چیزی که مثلا شما در دوران کودکی یا شما نوعی میخواستی من نشدین الان برای دخترتون بخواین؟ بله دقیقا همینطور. البته من جزء اون شاید نسلی بودم که پدر و مادرم جوری بودن که من دقیقا خودم همینطوری بزرگ شدم که هر چیزی که میخواستم بوده، خیلی مهر تایید میخورده به حرفم. واقعا من نمیشدم یا محدود نشدم اصلا، ولی من دقیقا همین الان با مینل همین کار رو میکنم. یعنی هیچ محدودیتی واقعا سعی میکنم که براش نداشته باشم. امیدوارم. میگم دقیقا شما هم یه سری چیزا برمیگرده به اون ذات و ریشه مادر بودن. واقعا هی دلم میخواد که بگم که شما بله، ولی تش تبصره ای میایین که نه اینجوری هم نیست. آره بعضی وقتا نمیشه واقعا، هر چقدر که میخوای واقعا این اتفاق بیفته، ولی بعضی وقتا این اتفاق نمیفته. شاید همون دقیقا حس مادر بودنه باعث نمیشه، باعث میشه که این اتفاق نیفته. دختر قشنگم اینجا یه چیزی من ازت بپرسم، دوست داری وقتی بزرگ شدی چی کاره بشی، چه ورزشی بکنی؟ ورزش پارو زدن، کشتی گرفتن، مسابقه شرکت. خب اونجا بعد وقت دوست داری چه نقاشی دوست داری؟ آره. دیگه چی کار دوست داری؟ هیچی همین. خیلی هم عالی، درجه یک. به هر حال این که به هر حال ما در کشوری زندگی میکنیم که مقام مادر، نام مادر همیشه همراه با محبت، مهر، عاطفه، از خودگذشتگی و دلواپسیه، و این دلواپسی همیشه بوده و همواره خواهد بود. و اینکه بابا خانم مدنی صحبت میکردیم، حتی مادران وقتی یک غذایی رو میخوان بپزن، تو پخت غذا هم باز نگران فرزندانشون هستن. همین الان هم شما به محصی که میری توی مسابقه، اول کسی که زنگ میزنه اوضاع چطوره، جاتون خوبه، همه چی رو به راه، غذات خوبه، مادر هستش دیگه به هر حال. و اگر مادر زنگ نزنه شما دلشوره میگیرید. دقیقاً همینطوره. حس میکنی چطور گم کردی، چرا زنگ نزد امروز؟ دقیقاً اتفاقا من خودم همینطوریم. نه واقعا خیلی کم پیش میاد که زنگ بزنم، انقدر که بهم زنگ میزنن بعد یه روز که زنگ نمیزنم میگم چرا من زنگ نزده. واقعا مامانم یه منتظر همیشه من زنگ بزنم. میگم آره دیگه تو زنگ. و توصیه‌های بهداشتی هم دارن همیشه بهتون. خیلی زیاد. بله. روی اینکه چه غذایی؟ خب من به خاطر رشته وزنی که دارم الان رژیم هستم و حالا به هر حال هر غذایی رو نمیتونم بخورم و کم میخورم. یکی از خصوصیات مادرم میدونی که بخور، هیچی نخوردی، هیچی از نه جون نه نداری. اصلا کاری به رکورد شما اصلا نداره. اصلا کاری. بگم مامان من رژیم هم، مامان باید وزن کم کنم. نگاه بکن. چقدر بدین؟ لامپای دود بگیفتیه. انا چیلو خریدی؟ باشو. گمان کنم بگفت باشو. باشو؟ بفرمایید. باشو چی اسمیه؟ بفرمایید. پرسال امریت نما بو بو. انا دست کج بو. نو کنه انام دست کجی داشتی بی. ناخوش نبه. تی دندن نشان بدم بدینم. الاسره نگاه بکن مرز برز نشتی بی. ام مهمانی که گفتی دی هنم ام چرا سلام نکنی؟ از زبان نفهمی. آخر ادبی اطاعتی هشتنی دی یعنی کسی کار کیو ام بدقدم نبا. هنه بگو اگه بلاین پوستر بایی چی؟ اگه خوام را آفت ببرده چی؟ اگر ان سر بلاوی ست تا صاحب پیدا کنی ننی کویده نه جواب بدی. مهمان خرش داری امر جان می برار ایتا لغمان نانه بسی بشو او سر دنیا او وقت تو آیانه ناخور ترشی. برزید شمی چایی بخوردی شمی کلگه بسه بزیدی زیتر آسانمانی شمی سرمانزه یلا شما رو به خیر آبر و سلامت. خب من اگه اجازه بدین میخوام به مناسبت این روز قشنگ
به شما از طرف برنامه. همه تو گوشای من هستن که نشون. بله. اجازه بدیم من دو تا هدیه مخصوص شما برای این روز بیارم تقدیمتون کنم. این تقدیم شما خانم جاور که بعد شب میدی به دخترمون ان شاء الله. خیلی متشکرم. دست شما درد نکنه. که بدی به دخترمون نقاشی خوشگلی که کشیدینم خدمت شما. حالا ندی. دستتون. چرا که میخواین همین بغلتون باشه. وقتی میخواین بریم بدی. خیلی اذیتتون کردیم. بده من بذارم اینجا براتون. خیلی اذیتتون کردیم. ببین اینم لباس من. آفرین. قرار بود یه شعر برام بخونید خانم بدن. من یه شعر خوب بلدم. بعدش هم شما شعر بخون. گویند مرا چو زاد مادر پستان به دهن گرفتن آمود، یک حرف و دو حرف بر زبانم الفاظ نهاد و گفتن آمود. شبها بر گاهواره من بیدار نشست و خفتن آمود، دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آمود. لبخند نهاد بر لبانم بر قنچه گل شکفتن آمود. چون هستی من ده هستی اوست، تا هستم هست دارمش دوست. عزیزم خب دختر قشنگم بیا اینجا یه شعر خوشگل برای من بخون. میشه خواهش کنم ازت؟ پیشی دارم یه دونه کوچیک هست تا بدونه، شبیه یک عطر اما باید بره خونهشون. ای جانم به این خوشگل خوندن شما. بقیه خوبی. خب خیلی خیلی من سپاسگزارم از هر دو بزرگوار. مرسی از شما. سرکار خانم مدنی که عزیز دل همه ماست. انشالله خدا عمر با عزت به شما بده سرکار خانم. انشالله سایه‌تون بالا سر هنری مملکت و خانواده محترمتون باشه. سرکار خانم جاوران که افتخار ورزشی ما هستن. انشالله در المپیک فرانسه هم که مد نظرتون هست ان شاء الله با مدال برگردین و این بار دو نفره قرار مدال بگیرید دیگه. ان شاء الله و دختر گلمون هم که امروز اومد اینجا از نقاشی قشنگش ممنونم. شعراش هم خیلی خوشگل بود. خیلی سپاسگزارم از شما. خیلی لطف کردین و این دو هدیه ناقابلم که تقدیمتون کردم. خیلی عالی بود. سلامت باشید. به افتخارشون دست بزنید. سلامت باشید. خب رسیدیم به ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. روز مادر که میشه همه یه هیجانی در وجودشون هست. آقایون که بر روز مادر و روز زن سنگ تموم میذارن اینا همه میدونن و البته که بچه ها هم همینطور دنبال کیک و شیرینی و گل هستن. حالا یکی یکی حالا هدیه هاشونو میگیرن و بعد هی دارن فهم فکری میکنن هدیه مامان بزرگ چی باشه، هدیه مامان چی باشه. الان این دوربینی که مادر داره شما رو میبینه. والا ما که از مادر خورده دوریم. مادر کجا؟ مادر بوشهر. سلام مامان، من خیلی دلم واسه کسی تنگ نمیشه ولی شاید تنها آدمی باشی که من دلم براش تنگ میشه. نمیدونم چرا ولی خیلی دوست دارم. خیلی دوست دارم دستاتو، یعنی با صمیم قلب دستای با قول خودم پینه بسته. همیشه میگم پدرا دستاشون پینه بسته ولی مامان من اصلا دوست دارم دستاشو یعنی واقعا ببوسم اینا. خاطره ای هست که الان جلوی دوربین تعریف کنی مادر با شنیدنش لبخند به لبش بده؟ برای مکه دعوت شدم محل کارم و جالب این بود که فلبدایه اومدم بعد به هم گفتن که مثلا شما تا حالا مکه رفتی؟ اصلا فکر نمی‌کردم می‌خواستم منو دعوت کنم. گفتم نه نرفتم اینها. بعد زنگ زدم گفتم نه من نمیتونم بیام. گفتن چرا نمیتونی بیای؟ گفتم چون من یادم افتاد که عهد کردم با خدا اگه بخوام برم حتما مادرم کنارم بوده. بعد از نیم ساعت دیگه دو مرتبه از اون محله کارم به من زنگ زدن گفتن که آره دو نفرم میتونیم بریم. بعد دو مرتبه من گفتم اوکی بهشون دادم. یه خود دیگه فکر کردم گفتم خب حالا مادر رو ببرم، پدر رو چیکار کنم. باز بهشون زنگ زدم که من منصرف شدم نمیتونم بیام. گفتن چرا؟ گفتم باز پدرم هم الان من دوست دارم هر دو تاشونو ببرم. که اینقدر این فلبدائه بود که منم توی شرایطی بودم که اصلا شرایط سفر برام فراهم نبود. بعد که اومدم این اتفاق افتاد که اصلا مادرم باورش نمیشد. یعنی هم پدر هم مادر بله. هر دو با هم رفتیم. فکر کنید در عرض یک هفته نشد که بله در عرض یک هفته که هنوز که بعد از
الان شاید از این قضیه 15-16 سال شاید هم بیشتر بگذره. در عرض یک هفته ما سفر به حجمون فراهم شد و اصلا برای همه وسیله مادر پدر هدیه خوبه رو گرفتن. یعنی میشه که یادت بره و نه خدا وکیلی یادت رفته تا حالا؟ نه مادری که مادری که یادمون نمیره صد درصد. خب مخ ببین این پخش میشه با ببین الان داری میگی در مورد خانم دی مثلا یه روزی شده بود یادت بره؟ بعضی موقع بالاخره مشکلاتی هست که یادمون میره. من فقط میتونم بگم که مامان از شر شیطونیای من حلال کرده که خیلی دختر شیطونی بودم و همیشه مامانم میگه که من 3 تا بچه بزرگ کردم و الان من 3 تا بچه دیگه به مامانم هدیه دادم. همیشه مامانم میگه من 3 تا بیرون کردم 3 تا هدیه دیگه شما به من هدیه دادید. خدا بیامرزه تمام کسانی که از این دنیا رفتن. واقعا هیچ چیز جای مادر رو نمیگیره. کاش میشدی دورت میچرخیدم که نیستی. موضوع دوسته خیلی یا کمی؟ 5 تا 10 مامان روزت مبارک. امشب هم گذشت. همونطور که من بهتون گفتم امشب ما اصلا میزبان نبودیم. میزبان ما مادران بزرگواری بودن که در برنامه حضور داشتن. برنامه تقدیم میکنیم به همه مادران عزیز سرزمینم و قراره که یه اتفاق عجیب غریب بیفته و اون اتفاق الان میفته امیر حسین جان. و الان قراره که سرکار خانم معدنی به نمایندگی کیک ما رو ببرن. این تقدیم به شما. به به بله مادر من تو یاری.